بینندگان گرامی، یکی از اقداماتی که امروز صحبتش میشد در شبکه‌های اجتماعی شعاردهی شبانه بود که قرار هست ادامه پیدا بکنه هر شب ساعت 9 به وقت ایران، همونطور که همیشه ملاحظه کردید در تلویزیون کانال جدید هم هر شب یک وقت اختصاص داده میشه به شعاردهی شبانه رأس ساعت 9 شب به وقت ایران و مستمر این وقت هر روز در تلویزیون کانال جدید اختصاص داده میشه و شعاردهی های شبانه ای که صورت گرفته به صورت منتخب پخش میشه که یکی از شعارهای این شعاردهی شبانه مرگ بر حکومت اعدامی هست. امروز هم که صحبت از این بود که شعاردهی های شبانه باید با قدرت از سر گرفته بشه، شعارهای پیشنهادی رو میتونیم در شبکه اکس نگاهی بیاندازیم. به طور مشخص و معین توماج صالحی آزاد باید گردد، مرگ بر حکومت اعدامی، مرگ بر خامنه ای، زن زندگی آزادی، اینها شعارهای پیشنهادی هست که در واقع یکی از مکانیزم های نمایندگی کردن انقلاب زن زندگی آزادی. از اینجا میخوایم به گزارش تصویری که به دست ما رسیده از شعاردهی شبانه در تهران، باز هم تکرار میکنم قرار هست که هر شب ساعت 9 شب به وقت ایران این شعارها سر داده بشه. توماج صالحی آزاد باید گردد، مرگ بر حکومت اعدامی، مرگ بر خامنه ای، زن زندگی آزادی. بریم ببینیم در تهران چه شعاردهی شبانه ای صورت گرفته. بله، شعاردهی شبانه هنوز گزارش تصویریش آماده نشده، از اتاق فرمان اطلاع دادن که آماده خواهد شد، ولی گزارش تصویری که دیدید مربوط میشد به پخش ترانه های توماج صالحی در محله ها با صدای بلند در اعتراض به حکم اعدام توماج صالحی. اما اینجا من میخوام به یک اطلاعیه اشاره کنم، اطلاعیه دانشجویان پیشرو، تشکل دانشجویان پیشرو در اعتراض به حکم اعدام توماج صالحی. یک اطلاعیه صادر کرده تحت این عنوان: برای توماج صالحی با اعتراض جمعی و سازمان یافته به خیابان بیاین. یک پوستر هم در همین رابطه تهیه کردند که این پوستر خواسته های اونها و کنه اعتراض تشکل دانشجویان پیشرو رو در واقع نمایندگی میکنه. تشکل دانشجویان پیشرو نوشته: توماج صالحی چهره، نماد و صدای برجسته انقلاب زن زندگی آزادی است. جمهوری اسلامی همزمان با حمله اخیر به زنان و تلاشش برای بازپسگیری خاکریز فتح شده حجاب توسط مردم، اقدام به صدور حکم اعدام برای توماج کرده و به خیال خود از این طریق می تواند ما و انقلابمان را به عقب رانده و جامعه سراپا جوشش و اعتراض ایران را مرعوب کند. جای تردیدی برای هیچ کس ندارد که توماج صالحی صدای انقلاب زن زندگی آزادی و محروم ترین و به حاشیه رانده ترین بخش های جامعه ایران
علیه جمهوری اسلامی بوده است. اکنون و با صدور دوباره حکم اعدام برای توماج، زمان آن فرا رسیده است که انقلاب زن زندگی آزادی در همه اجزا، اندامها، افراد، چهره‌ها و تشکل‌ها و سازمان‌هایش پا به میدان گذاشته و از یکی از برجسته‌ترین فعالین و نمادهای خود پشتیبانی کند. با اعتراض گسترده و وسیع نباید اجازه دهیم که حکومت اعدامی حتی جرأت صدور چنین احکام و پیشبرد چنین اقداماتی را به خود راه دهد. همانطور که ما دانشجویان، جوانان، زنان و دانش آموزان در مقابل هجمه اخیر جمهوری اسلامی علیه زنان جانانه ایستاده ایم، باید در حمایت از توماج صالحی همچون تنی واحد در برابر حکومت بیستیم. اعتراض جمعی و سازماندهی شده در سطحی وسیع و سراسری تنها راه عقب راندن جمهوری اسلامی است. بار دیگر زمان آن فرا رسیده که برای اعتراضات گسترده خیابانی در داخل و خارج کشور علیه جمهوری اسلامی آماده شویم. در مقابل حکومتی که برای بقای خود دست و پا می زند، به زنان حمله می کند، در منطقه موشک می پراند و به شکل روزافزونی از مردم ایران و خاورمیانه قربانی می گیرد، عاجل‌ترین اقدام بازگشت به خیابان است. تشکل دانشجویان پیشرو 5 اردیبهشت 1403. با ما باشید بینندگان گرامی، یک میان برنامه میبینیم، تصویری از توماج، صحبت‌های توماج صالحی که میگه اگر کشته شدم برای من گریه نکن، بیا بیرون. این فراخوان توماج صالحی بود و همچنان فراخوان توماج صالحی هست. فردا اگه کشته شدم به یاد من گریه نکن. گریه تو منو زنده نمی کنه. کسی گریه تو رو باور نمی کنه. دروغه. اگه واقعیت داشت این همه اهمیت دادن به من، کنار من بود. چیزی که من تو این همه سال دیدم، غر زدن شما جلوی تلویزیون بود و تلفات دادن جوانا. در مورد همه صحبت نمی کنم، اکثریت رو. خیابون مگه مال کیه؟ ارث پدر کیه این خیابونا؟ این شهرها مال تو و منه. این کشور مال ماست، مال مردمشه. ما اگه جرأت نکنیم تو خیابونای خودمون قدم بزنیم، چی هستیم ما؟ برده؟ نه، جمعیت باعث وحشت نیروی سرکوبگر میشه. نگاه میکنه میگه خب من چند تا از این بزنم؟ پس کی؟ آخه اون همه فوش دادن، اون همه نقد کردن، اینا به چه دردی میخوره وقتی تو عمل صفر باشه؟ نتیجه چی؟ هیچی؟ گذران؟ بیا بیرون! درود بر توماج صالحی. برنامه رو ادامه میدیم بینندگان گرامی. همونطوری که میبینید قدرتی که در صدا و نیروی انقلابی توماج صالحی بود و همچنان هست انکار ناپذیره و هر کسی امروز دنبال فراخوان میگرده همین ویدیو رو نگاه بکنه، همین صحبت‌ها رو گوش بکنه که توماج میگه بیا بیرون و خودش از جمله جوانانی بود که در کف خیابان‌ها در انقلاب زن زندگی آزادی حضور پیدا کرد و پا به پای تمام جوونا و نوجوونا و زنان جنگید با جرأت و جسارت و شجاعتی که داشت. حتی بعد از آزادی موقت هم اومد افشاگری کرد از شکنجه هایی که شده. بسیار بسیار توماج وجودش و حضورش و نیروی انقلابیش ارزشمنده. سرمایه انقلاب زن زندگی آزادی، سرمایه جنبش سرنگونیه و ما باید با قدرت همبستگی، اتحاد و نیروی اعتراض و انقلابیمون مانع اعدام توماج صالحی بشیم. حتی باید این جرأت رو از جمهوری اسلامی بگیریم که
چنین حکمی رو صادر کرده، مثل بیانیه‌ای که تشکل دانشجویان پیش رو دادن. باید این حکم اعدام رو به صورت یک هزینه بسیار بزرگ رو دست جمهوری اسلامی بذاریم.